تا اینجا متوجه شدیم ما برای بیان فواصل صرفا دیگه اعداد ترتیبیشون رو ذکر نمی کنیم بلکه تعداد پرده و نیم پرده بین هر فاصله رو هم محاسبه می کنیم تا بتونیم اون فاصله رو دقیق بیان کنیم نکته هایی وجود داره پیرامون همین موضوع اولا که اگر دقت کرده باشید روی همین تصویر هم مشخصه ما یک سری فواصل رو هنوز آموزش ندادیم مثلا فاصله دو تا فا یک فاصله چهارم درست بوده ولی دو تا فا دیز هنوز راجبش صحبت نکردیم که ببینیم این چه نوع چهارمی خواهد بود پیش از اون لازمه که من راجب یک اصطلاح با شما صحبت کنم تحت عنوان بنیه های فاصله اصولا به صورت کلی فاصله ها از نظر بنیه به دو دسته کلی تقسیم میشن یک سری از اونها سه بنیهی هستن و یک سریشون چهار بنیهی که میخوام راجع به این موضوع بیشتر برای شما توی این ویدیو توضیحاتی رو بدم که مطلب بتونه خیلی خوب جا بیفته ببینید ما برای مثال نوت دو تاره رو داریم که یک فاصله دوم بزرگ یک پرده هست و مثلا دو تاره بمول رو میگفتیم دوم کوچک اینها علائم عرضی هستش که میتونه در کنار نوت ها قرار بگیره دیز بمول و حالا دو تا ر دیز این هم یک فاصله دوم هست چون میشماریم دو ر ولی فاصله پرده و نیم پردهش دیگه نیم پرده یا یک پرده نیست بلکه یک و نیم پرده فاصله به وجود اومده این دوم تحت عنوان دوم افزوده در تئوری موسیقی نامگذاری میشه هرچند که ممکنه شما این سوال براتون مطرح بشه که ما مثلا دو تا می بمول هم یکانیم پرده بود و اون رو ما سوم کوچک نامگذاری کردیم حالا این رو باید چه کار کنیم ببینید توی بحث نامگذاری فواصل همونجوری که گفتم ما یک شمارش ترتیبی داریم دو ره روی حرکت شما دو تا اسم نوت اومد یک دو دو ره. وقتی روی ر فرود میایم یعنی فاصله دوم هست حالا فاصله پرده و نیم پرده ما بینش محاسبه میشه و میبینیم یک و نیم پرده اختلاف داره ما باید برای دومی که یک و نیم پرده هست یک نامی اختصاص بدیم که تحت عنوان افزوده در تئوری موسیقی نامگذاری میشه پس دو تا ردیس دوم افزوده هست یک و نیم پرده و اگر بخوایم حالا مثلا بگیم دو تا می بمول اون یک فاصله سوم کوچکه در ادامه مثال روی دوم ها ما میتونیم یک فاصله دوم دیگه ای رو هم معرفی کنیم دو تا ر دوبل بمول یعنی دو تا بمول گرفته از نظر اجرا روی ساز هر دوی اینها یک نوت رو دارن اجرا میکنن یک کلاویه رو دارن اجرا میکنن یک صدا رو ما میشنویم ولی در دید تئوری موسیقی به این دوم میگن دوم کاسته حالا اینجا ما میتونیم یک جنبندی کنیم فواصلی که کوچک یا بزرگ بود اگر نیم پرده بالاتر بره فاصله بزرگ ما میشه افزوده و اگر فاصله کوچک رو نیم پرده کمتر کنیم میشه فاصله کاسته این میشه مربوط به اونهایی که چهار بنیهی هستن من در انتها یک جدولی رو ارائه میکنم که شما همه این مطالب رو یک جا داشته باشید پس اینجا متوجه شدیم یک ساختاری که چهار بنیهی هست به چه صورتی معرفی میشه حالا میخوایم بپردازیم به یک فاصله دیگه مثلا دو تا سل میدونیم دو تا سل یک فاصله پنجم درسته سه و نیم پرده هست و حالا فرزن از نوت دو تا سل به مل این فاصله رو ما میگیم یک فاصله کاسته یعنی اگر از یک فاصله درست نیم پرده کم بشه اون فاصله میشه فاصله کاسته پنجم کاسته رو ما الان میبینیم دو ره می فا سل یعنی فاصله پنجمه وقتی که محاسبه میکنیم پرده و نیم پرده بینشون رو بینیم که به جایی که سه و نیم پرده باشه سه پرده هست یک مثال دیگه براتون زنم دو تا سل دیز این فاصله باز فاصله پنجمه منتها چه پنجمی هست چون از فاصله درست نیم پرده بالاتر رفتیم میشه یک فاصله پنجم افزوده در خصوص فواصل درست فواصل درست زبونیهی هستن ما اونها رو در این وضعیت کاس و افزوده هم میتونیم ببینیم فواصلی که کوچک یا بزرگ بودن اونها فواصل چهار بنیهی بودن که چهار تا وضعیت مختلف داشتن کوچک بزرگ حالا یا کاسته و افزوده ولی فواصل درست همین سه حالت رو دارن پس ما میتونیم به صورت کلی بگیم فواصل درست سه بنیه هستن و ما فواصل یعنی اون کوچک ها یا بزرگ ها میتونن چهار بنیه ای باشن این مطلب باز جزء مطالب خیلی مهم هست اگر که شما به عنوان یک پرودیوسر یا به عنوان یک آهنگسازی که بیشتر با کامپیوتر کار آهنگسازیتون رو انجام میدید با این مسائل شاید روبرو نشید ولی دونستنش برای یک موزیسین خیلی مهمه خصوصا که دارید از زاویه دید آکادمیک با موضوع برخورد میکنید